بله. خب، با عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایک بینندگان گرامی، در روز سه‌شنبه 17 بهمن ماه، ششم ماه فوریه در خدمت شما هستیم با دومین برنامه در مورد زندگانی علی ابن ابی طالب، شناسی باورها و ایمان سلیمانی امری در خدمت شما. در برنامه اول سعی کردیم پیرامون مبانی نگاه ما به تاریخ و اندکی هم پیرامون شخصیت هایی که برای فهم اونها نیازمند یک پیش زمینه های ذهنی هستیم به بحث بنشیم. امروز هم پیرامون همین مسئله کمی سخن خواهیم گفت و سعی میکنیم اسنادی رو ارائه بکنیم که در فهم مطلب بتونه به ما کمک بکنه. هدف ما اینه که نشان بدیم آن علی که در تاریخ هست چه ویژگی هایی داشته، چه اوصافی داشته و آنچه که این رژیم سعی کرد از دل اون خود رو به مشروعیت برسانه و خود رو نماینده این شخص معرفی بکنه و سعی کنه با استفاده از اوصافی که به اون نسبت میده یک جامعه ای رو برای ما بسازه چگونه بوده و در نتیجه ما چگونه فریفته شدیم و فریب خوردیم. شخصیت هایی که در درون دستگاه ایدئولوژیک ساخته میشند اما هیچ نسبتی با تاریخ ندارن، در برابر مردمی که کتاب نمیخوان نسبت به بسیاری از باورهای خودشون دست به بازشناسی نمیزنند، همیشه سرنوشتی غم‌انگیز رخ خواهد داد. علی ابن ابی طالب انسانی است که افکارش و اعمالش جدای از اون ایدئولوژی یا دین قابل فهم نیست، یعنی ارزش‌هایی که او به اون باور داره، مفاهیمی رو که میشناسه، باید و نبایدهایی رو که به آن ملتزم هست، جدای از این نیست که یک دینی در اختیار او قرار داده، یک ایدئولوژی یا یک بسته گفتمانی در اختیار او قرار داده. یعنی ما وقتی صحبت از حق و باطل میکنیم، از منظر علی ابن ابی طالب حق چه معنی داره؟ او چه چیزی رو حق میدونه؟ چه چیزی رو باطل فرض میکنه؟ آیا حق از نظر او همان چیزی است که در درون اون زمینه دیانت همون مسیحیان میفهمند، همون یهودیان میفهمند، همان چیزی است که فیلسوفان در موردش صحبت میکنن، یا اینکه نه، وقتی علی رو در کنار فیلسوفان و مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان بنشانید، متوجه خواهی شد که حق از منظر او یک چیزی است که کاملا ممکنه متضاد با دیگران باشه، کما اینکه هست. از نظر علی ابن ابی طالب حق آن چیزی است که خدا یا الله او تعیین کرد، نه یهوه، نه پدر آسمانی، نه خرد فیلسوفان یونانی، نه اهورامزدای زرتشتی، نه. علی ابن ابی طالب اونها رو باطل میدونه، منسوخ میدونه، رد میکنه و معتقد جاء الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوق. و اسلام است که حق آمد و باطل نابود شد از نظر او. اگر ما دچار اشتراک لفظ باشیم، وقتی کسی میگوید علی با حق است، ما فکر میکنیم منظور او همان حقی است که ما هم قبولش داریم، همان حقی است که فیلسوفان و اندیشمندان در موردش صحبت کردند، در حالی که این گونه نیست. از منظر علی آزادی یک معنا داره، عدل یک معنی داره. شما میبینید علی رو با یک ویژگی در جهان اسلام و تشیع معرفی کردن و اون عدل علی است. اگر به درون این مفهوم برید، مصادیق اون رو احصا بکنید، بشناسید، میفهمید منظور از عدل علی همان اجرای فرامین خداست، قرار دادن و اجرا کردن اوامر و نواهی خداست. یعنی از منظر علی
میان یک انسان آزاد و برده تفاوت وجود داره، جدا از این که اساساً این دو رو به رسمیت میشناسه، چون قرآن اون رو پذیرفته، سنت نبی به اون دستور داده، جزء سنن رسول الله است. تفاوت میان مرد و زن رو به رسمیت میشناسه، چون او هم به قرآن ملتزمه، معتقده. او معتقده که فضل الله بعضهم علی بعض، خداوند فضیلت داده بعضی رو بر بعضی. او میداند که تفاوت وجود داره بین یک انسان مسلمان با یک انسان مشرک. بنابراین عدل از نظر او همان عدلی است که در قرآن آمده، چون الله یأمر بالعدل. اما عدل از منظر ارسطو و افلاطون چیز دیگری است. عدالت از نظر رالز چیز دیگری است، از نظر فیلسوفان مدرن چیز دیگری است. اگر روحانی یا آخوندی آمد بر روی منبر گفت علی هم با عدل است، شما فکر نکنید عدل همان عدل امروزی است که ما فهم میکنیم. نه، عدل قرآنی است، همون جایی که زن نیمی از مرده و باید در جایگاه خودش قرار بگیره، یعنی همان نیم از مرد بودن. از منظر علی زن ناقص العقله، بنابراین باید حد و حدود خودش رو بشناسه، بدونه. بنابراین بسیار اهمیت داره که ما این مؤلفه ها و مفاهیم رو در جای خودش فرض کنیم. و اگر تاریخ اسلام رو مطالعه می کنیم، نیندیشیم که علی ابن ابی طالب رو با معیارهای امروزی به صرف اشتراک لفظ باید فهمید. نه، این خطاست. دومین مسئله این که در درون اندیشه های علی افراد هم ویژگی های خاصی دارن، جدا از مفاهیم، همین که عرض کردم، زن، مرد، مشرک، صغیر، کبیر، کافر، مرتد، ملحد، همینا مفاهیم خاصی است. او انسان دگراندیش رو دگراندیش فرض نمی کنه، نمیگه او مثل من نیست، خب یه جور دیگری میاندیشه. میگه نه، او باطل میاندیشه، او مرتده، او منافقه، او اهل بغیه، که به مرور به اینا خواهیم پرداخت. وقتی بر طلحه و زبیر شمشیر میکشه، که زبیر پسر عمه اوست، طلحه از نزدیکان پیامبره، هر دوی اینها در کنار علی جز عشره مبشره هم، اما به هر روی هم شمشیر میکشن، چون علی اونا رو اهل بغی میدون که بر علیه او قیام مسلحانه کرد. این فاهم رو اگر نشناسیم نمیتونیم درک بکنیم، به فاهمی که برای ما آشنا نیستن، اما علل موجهه خشونتن. جمهوری اسلامی هم همین کارو میکنه. در نزد انسان‌های خردمند امروزی شما چیزی به نام محاربه با خدا ندارید، ما در تعریف دیانتی دارید، جنگ با خدا. و چون من نماینده خدا هستم، پس گردن اینها رو خواهم زد. بسیاری از قیام‌ها و جنبش‌های مردمی حمله بر این شده است که محاربه با خدا کردید، حتی وقتی احکامی رو هم اجرا نمی‌کنند. شما مثلا ربا جنگ با خداست، در قرآن آمد. حدود جنگ با خداست، میگه حدود الله. یعنی اگر شما شرب خمر بکنید، نمیگن که خب این آقا پولی داشته رفته یک مشروبی خریده و داره میل میکنه، میگه نه خیر، این حدود اللهست، یعنی تو وارد حد خدا شدی، محدوده خدا شدی. دقیقا می فرمایید چه کارهای ساده انسانی در درون مفاهیمی قرار می گیرن که جاپا خدا وجود داره. مناسبات هم در درون فهم دینی قابل راستی آزمایی است. یعنی شما فکر نکنید علی فرزندان خودش رو به مثابه این که چون پدر اونهاست و اونها فرزندان او هستن دوست داره. نه، او هم طبق قرآن می فهمه، طبق آیات سوره توبه، که اگر پدر و مادر شما، عمو و برادر شما کفر رو بر ایمان ترجیح دادن، اونا رو به دوستی نگیرید.
ولی مناسبات خانوادگی رو اینجوری میفهمه. در ابتدای برنامه اولم خواندیم خطبه 55 نهج البلاغه که در میدان نبرد با رسول خدا بودیم و عموی خودمون رو میکشتیم، پسر عموی خودمون رو میکشتیم چون بر ایمانمان میافزود. و اون مناسبات خانوادگی رو اینجوری درک میکنه که پسر من زمانی پسر منه که با من هم کیشه، هم دینه، هم عقیده است. اما اگر خواست بر یک دین دیگری اختیار بکنه من نمیپذیرمش، از من نیست، باید بره حتی پدر من باشه. حالا ما نمونه هاش رو خواهیم خواند از همین علی ابن ابی طالب. همین دلیلی که وقتی در درون جامعه اسلامی سخن از این است که اسلام پیوندها را پاره کرده است، یعنی پیوند من با پدر من بر اساس این نیست که او زحمت من رو کشیده بزرگم کرده، بر اساس اینی که آیا او هم شهادتین گفته، الله رو به یگانگی قبول داره، محمد رو به عنوان فرستاده خدا میپذیره. ما داستان محیصت ابن مسعود و حویصه رو میخوانیم امروز، داستان مصعب ابن عمر و ابو عزیز رو میخونیم امروز که فهم کنیم که در درون این تفکره که خیلی راحت همین آخوندهای شیعه دستور کشتن نزدیکانشون رو هم دادن، چون براشون ایدئولوژی معنا داره. در درون این ایدئولوژی هاست که خانواده معنا پیدا میکنه. شما در شوروی کمونیستی هم میدیدید زن و شوهری اگر احساس میکردن که به اون مرام باور ندارن، چه بسا سرنوشتشون جوهای اعدام بود، میسپردن دست نیروهای خاص خودشون. در اسلام هم پیوندها پاره شد، نمونهاش امروز عرض خواهیم کرد. بنابراین طبیعی است که در این فضا شما حتی جزا و پاداش و معافیت ها هم از طریق ایدئولوژی به شما داده میشه. یعنی اگر آمدی به دامان ما، از بعضی از مجازات ها معافی، یه چیزی چیزا پاداش به تو داده میشه. عرض کردم مثلا عشره مبشره، پیامبر اسلام به یک سری از افراد نزدیک به خودش که 10 نفر بودن گفت شما تو بهش کنار منی. چون این وعده‌ای به اونها میاد. یا به اهل بدر گفته بود خدا گناهان شما رو میبخشه، هر کاری بکنید مجازه. در قرآن هم آمده که خداوند از اینها راضی است. ما امروز یک سندی خواهیم خواند بسیار جالبه که برخی از بزرگان اسلام میگفتن چرا علی اینقدر دست به جنایت میزنه؟ چون گناهانش در بدر بخشیده شده، برای همین در ریختن خون مردم پروا نداره. در ادامه در آینده خواهیم خواند زمانی که موسی بن طلحه آمد به نزد علی و علی گفت که من دوست دارم من و پدرت در بهشت رویاروی همدیگه قرار بگیریم و اونجا از نعمات بهشتی استفاده کنیم. 2 نفر کنار مسجد تو کوفه بودن، گفتن یا علی تو که تا دیروز در جمل اونا رو داشتی میکشتی در بصره، تو دیروز رفتی با اونا جنگیدی که اونا رو بکشی، فردا تو بهشت کنار همدیگه نشستی؟ گفت بله، چون ما اهل بدری، خدا از گناهان ما گذشته. 10-12 هزار نفر در بصره کشته شدن به خاطر اختلاف این پسر عموها. اما چون پیامبر اسلام در قرآن و در جای دیگر وعده دادی که خب اینا اهل بدرن، به خدا گناهان اونها رو بخشیده، گفتن خب حالا دیگه ما اشکال نداره، ما اونجا یه جای دیگه به هم میرسیم. پس خون اون افراد پایمال شده چه؟ این معافیت از مجازات هست که دست افراد رو باز میگذاره برای جنایت. الان در جمهوری اسلامی هم شما نگاه بکنید، قاضی که میدونه دولت و حکومت حمایتش میکنه خیلی راحت دستور اعدام میده، چون مجازاتی وجود نداره، تازه پاداش هم به اینها میدن. اون قاضی جنایتکار مرتضوی نرش میدارن، رئیس بیمهش میکنن، رئیس تامین اجتماعیش میکنن، رئیس بنیاد فلانش میکنن، پاداش های دیگر میدن. قضات دیگر هم که وقتی این سیستم رو میبینن میگن خب چقدر خوب، وقتی مرتضوی
با اون همه جنایت در حق مطبوعات گرفته و افراد مختلف و قتل زهرا کاظمی ها و دیگران، خب ما بس معاف میشیم دیگه. دست افراد در جنایت بیشتر باز میشه. خب بریم سراغ اسناد که این مطالبی که من عرض کردم تبیین کنیم. ابتدا خب خیلی از افراد این سوال رو میکنن، خب علی زندگی ساده ای داشت، زیاد اهل تجمل نبود، نان و نمکی میخورد. بله کاملا درست، بنابر نقل های تاریخی علی زندگی ساده ای داشت، اما این به این معنا نیست که آدم خون ریزی نبود، این به این معنا نیست که دارای ثروت نبود، چون ما داریم انسانایی که ثروتمندن اما سبک زندگیشون یه جوریه که لباسهای خیلی نافرمی میپوشن که مناسبتی نداره با اون ثروتشون، یا نحوه زیستشون خیلی ساده است، اما این ربطی به هم نداره. اگر دیدی کسی رو تشک میخوابه به این معنا نیستش که چون رو تشک خوابیده ثروتمند نیست یا دست به خون ریزی نمیزنه، نه اصلا هیچ ربطی به هم نداره. من پیشترها عرض کردم ماکیاولی داستان زندگی جیرولامو سابونارولا رو برای ما تعریف کردیم، انسانی که در آغل گوسفندان میخوابید، کشیش بود، راهب بود، روزه میگرفت، اهل زهد و تقوا بود، مردم هم بهش اعتماد کردن، گفتن خب این آدم با این وضعیت خب معلومه که اهل مال و منال هم نیست، بیاریمش حاکمش بکنیم، مرد خدا هم هست. گیتی قدرت گرفت، شروع کرد به بستن مغازه های تفریحی مردم، عیش نوش مردم رو منقص کردن، به خانه های مردم حمله کردن که تصاویر و کتاب ها و هر اشیا و کالایی که مناسب با اون تعالیم مسیح نیست رو نابود بکنیم، چه کتاب هایی که سوزانده شد، چه هنر و نقاشی ها و مجسمه هایی که خراب شد توسط همون آقایی که تو آغل گوسفندان میخواد. ما هم نمونه شو داشتیم، روح الله خمینی یک نمونش دیدید، رو تشک ساده ای مینشست، یه عبایی داشت و به ظاهری چی نداشت، اما ذهن جنایتکار داشت. ذهن جنایتکار داشتن بسیار مسئله مهمی است. بسیاری از جنایتکاران شما نگاه بکنید زندگیشون خیلی ساده است، اما خوف دارن از یه چیزی. دو کریم سروش اشاره میکرد که آقای آقای خمینی که نماز شب میخواند و فلان میکرد و این داستان ها. خب عزیز من مشکل در همونجاست که ایشون نماز شب میخونه، چون نماز شب نشانه ترس یک انسان از یک موجودی است، حالا بگید الله، به قدری ترس داره که شب هم بلند میشه گریه زاری میکنه تا ساعت ها برای اون که آقا تو منو ببخش. خب بعد تعالیم اون الله رو نگاه میکنی پر است از رفتارهای غیر اخلاقی، خب همه اونا رو مرتکب میشه. وقتی من از پدر خودم بترسم تمام و کمال، هر چیو گفت انجام میده، اما اگه نترسم اندک استقلال دارم، یه جایی کار بدی رو به من دستور بده میگم نه خیر پدر من انجام نمیده. وقتی ما اینها رو نمیفهمیم، قوه استدلال و منطقمون دچار مشکله، فکر میکنیم کسی که نماز شب میخونه آدم خوبیست، نه خیر، کسی که نماز شب میخونه اتفاقا آدم ترسویست، ترسو از خدا، و وقتی اون خدا دستور جنایت بده ایشون همه کار میکنه. به همین دلیل کسانی که تمام و کمال در خدمت استبداد و دیکتاتوری هستن خیلی خطرناکترن. از کسی بترسید که دست میبوسه، چون اگه اون آقا دستور بده برو یه کشیده بخوابون زیر گوش سلیمانی، اون میره سرشو میاره، چون بخوا خوش خدمتی بکنه. اما کسی که قد راست میکنه، جلوی امر و نهی دیگران چون و چرا میکنه، او زیاد قابل ترس نیست، چون میسنجه، اندکی قوه عقل و خرد براش مونده که اگه بگه برو به سلیمانی یه کشیده بزن، یه برای چی باید برم به این آقا سیلی بزنم؟ این دستور شما غیر اخلاقی است، نادرست. اما ما هر کی که تا کمر دلا میشه میگه ببین صادق و خالص، این خوبه، قابل اعتماده. بله برای جنایت قابل اعتماد، اما برای مدنیت قابل اعتماد نیست. به کسایی بترسید که صبح روزها در نماز جمعه شرکت میکنن، اونا خیلی بیشتر ترسناکن.
از کسانی بترسید که نماز شب میخونن، اونا خیلی ترسناکن. تو ایدئولوژیشون چیزهای دیگری به اونها گفته که اون خوف و ترس باعث میشه اونو انجام بدن. خب سید رضی به این دوگانه اشاره میکنه، یعنی جایی که خب خیلی ها میگن علی یه آدمی بوده زاهد با تقوا پرهیزگار و اینها، و از آن طرف جنبه های دیگر زندگی او. ما این مسئله خطبه رو از سید رضی که در ابتدای نهج البلاغه، چون میده سید رضی نهج البلاغه رو جمع آوری کرده، بخش های از نهج البلاغه گزیده ای از سخنان علی است و جنبه بلاغت اون برجسته است از نظر سید رضی، اونها رو جمع کرد. یه توضیح کوتاهی هم اینجا بدم. در مورد شرح نهج البلاغه آثار متعددی نوشته شده. بخشای سعی کردن جنبه های ادبی اون رو رسیدگی بکنن. افراد دیگری جنبه های فلسفی کلامی اون رو بررسی بکنن، مثل ابن میثم بهرانی. عده‌ای جنبه های تاریخی اون رو در شرح خودشون آوردن، مثل ابن ابی الحدید و خیلی های دیگر. یعنی قصد سید رضی این بوده که اون خطبه هایی که از نظر او دارای بلاغت از نظر ادبی جمع آوری بکنه، بنابراین بخش هایی رو گزینشی انتخاب کرده. یعنی شما یک خطبه ای رو میخونی، یک بخشی از یک خطبه کلی است، چون مثلا این پاراگرافش ادیبانه‌تر بوده، بلیغ‌تر بوده، او را آورده، بقیه بخش رو نیاورد، یا آمده این رو تقسیم کرده به چند بخش. یعنی یه خطبه کاملی بوده، او در چند خطبه بنابر دستبندی موضوعی اینا رو قرار داد. بخش هایی رو هم به ظاهر میرسه که خودش اضافه کرده، یعنی دست، چون خود سید رضی هم ادیب بوده، هم شاعر بوده، هم بلیغ بوده، و خیلی ها معتقدن برخی از خطبه های نهج البلاغه کار خود علی نیست، کار سید رضی است، اون رو اصلاح کرده مثلا به نوعی، که این نقل هم تا حدودی قابل دفاع است. بنابراین نهج البلاغه نوشته علی نیست، بلکه گزینشی از آراء علی، اقوال علی است که توسط سید رضی با محوریت بلاغت او جمع آوری شده. خب حالا ابتدای نهج البلاغه ببینیم سید رضی چه میگه. از شگفتی های آن حضرت که او را از دیگران ممتاز و بیشریک و انباز ساخته این است که هرگاه اهل تفکر و تأمل سخنان آن حضرت را در باب زهد و موعظه، تذکر و انذار ملاحظه کنند و سابقه ذهنی نسبت به شخصیت، نفوذ کلام و سلطه معنوی آن حضرت نداشته باشند، شک نخواهند کرد که این سخنان سخن کسی است که بهره‌ای جز زهد و پیشینه‌ای جز عبادت نداشته و در گوشه خانه‌ای یا دامن کوهی عزلت گزیده و جز خود را ندیده و احساسی جز احساس خود نداشته است و باور نخواهد کرد که این سخن کسی است که در دریای جنگ فرو می رفته و شمشیرش برای زدن گردنها از نیام می کشیده و دلاوران را بر خاک می افکنده و از خونشان سیل به راه می انداخته و جانشان را از کالبد می گرفته است، در این حال زاهد زاهدان و سرآمد بندگان شایسته خدا بوده است و این همان فضیلت شگفتانگیز و خصیصه لطیفی است که به وسیله آن بین ازداد را جمع کرده و صفات مختلف را فراهم آورده است. بارها این خصوصیت حضرت را با برادران دینی گفتگو و تعجب آنها را بیشتر بیانگیختم و آن موجب عبرت و تأملشان می شود. مقصود سید رضی چیست؟ ببینید ما امروز هم وقتی ما روحانیت بحث میکنیم، اونها یک خطبه از علی رو میارن و میگن بفرمایید ببینید مولا چقدر قشنگ صحبت کرده. مسئله بر سر اینه که شما وقتی
به اعمال علی در همان تاریخ هم نگاه کنید، میبینید که او همان گونه که سید رضی داره میگه از بزرگان تشیع هم هست. وقتی اعمال او رو لحاظ نکنید و فقط سخنانش رو بشنوید، گویی با یه آدمی روبرو هستی که اصلا تارک دنیاست، هیچ توجهی به مسائل مردم و سیاست و مال و اینا هیچی نداره. ما وقتی زندگی او رو بررسی میکنید میبینید نه خیر، این آدمی که بر روی منبر این گونه خطبه میخوانه، وقتی پایین میاد شلاق دستشه، شمشیر دستشه، صحبت از گذشت میکنه ولی در دریای خون اهل بصره غرقه، در صفین 80-90 هزار انسان به جان هم انداخته، یاران خودش رو در نهروان داره میکشه، اسرای بنی قریظه رو گردن میزنه. خب این چگونه قابل جمعه؟ بنابراین به ما کمک میکنه که فهم کنیم فقط از روی کلام نمیشه یک انسان رو قضاوت کرد. چون من گفتم آزادی خواه هستم به این معنی نیست که آزادی خواهم، باید در عمل نشان بدم ببینم واقعا هستم یا نه. به صرف این که میگم من دموکرات هستم دموکرات نیستم، باید اعمال و سجایا و خلق و خوی منو ببینید، ببینید آیا واقعا هست. در واقع سید رضی داره به ما این نکته رو میگه، میگه علی فقط اون نیست که شما داری صحبتشو میشنوی، نهج البلاغه رو باز میکنی، چیزهای خوب داره، آخوندم میشینه رو منبر، مولا در نهج البلاغه این گونه گفت، میگیم بله فرمای شما درسته، اما با اون بخشای عملی تاریخ چه کنیم که ایشان انجام داده؟ ذوالفقار علی جاش تو نهج البلاغه نیست، در میدانهای تاریخ جنگه، اونجاست که گردن میزنه، سنگ سار کردنهای شراهی همدانی ها و اینها در میدان عمله، کشتن مرتدان در میدان عمله که حالا ما خواهیم. بنابراین طبیعی است که باید به این مسائل توجه کرد. خب عرض کردیم از منظر علی نگاه ایدئولوژیک اهمیت داره، حق و باطل یک تعریف خاصی داره که عدل او بر اساس حق و باطلی است که او فهم میکنه. یک نمونه از داوری علی رو دقت بفرمایید، از کتاب من لا یحضره الفقیه از کتب اربعه شیعیان نوشته شیخ صدوق، یعنی کتابی است که فقهای شیعه از دل اون احکام رو استخراج میکنن، جز کتب اربعه است، چون 4 تا کتب داره، اینا کتب اربعه شون، یکی کافی کلینی، یکی من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق، دو تا هم تهذیب و استبصار شیخ طوسی، از دل اینا روایتشون استخراج میکنن. بخونیم یه نمونه رو در جلد 4 شیخ صدوق در مورد داستان داوری و قضاوت علی نکته ای رو آورده. داستان از اینجاست که یک مرد اعرابی مدعی شد که آقا من شطوری رو فروختم به پیامبر اسلام و ایشان پولش رو پرداخت نکرده. بخوانیم داستان رو، حدیث 3425. مردی اعرابی نزد رسول خدا صلی الله آمد و ادعا کرد که 70 درهم قیمت ناقه‌ای که به ایشان فروخته طلبکار است. گفت آقا من شطور دادم، 70 درهم پول شطور ماده من رو شما ندید. رسول خدا صلی الله فرمود من همه قیمت را به تو پرداخت کردم. مرد گفت میان من و خود کسی را داور قرار ده تا حکم کند. گفت یه داوری رو خودت قرار بده بین ما، داوری بکنه قضاوت. مردی از قریش میگذشت، یعنی از خانواده های محمد، از تبار محمد. پس رسول خدا صلی الله او را گفت تو میان ما حکم. آن مرد رو به اعرابی کرده و گفت بر رسول خدا چه ادعا میکنی؟ مرد گفت 70 درهم قیمت ناقه‌ای که به او فروختم.
مرد رو به رسول خدا کرده گفت: یا رسول الله، شما چه میگویی؟ حضرت فرمود: من تمام مبلغ را به وی پرداختم. از اعرابی پرسید، گفت: نپرداخته است. مرد به رسول خدا گفت: آیا شما شاهدی دارید که قیمت را پرداخت کرده ای؟ فرمود: نه. یعنی اون داوری که خود محمد تعیین کرد. گفت: یا رسول الله، شما که میگی من پولو دادم، شاهد داری؟ گفت: نه. آن مرد به اعرابی گفت: آیا حاضری قسم یاد کنی که حق خود را استانده ای؟ گفت: آری. در اینجا رسول خدا فرمود: سوگند که با این مرد داوری را به نزد دیگری برم تا به حکم خداوند عزوجل میان ما داوری نماید. حالا که رسول الله دید با اون داوری هم که خودش تعیین کرده جریان پرونده رو باخته، چون گفت: آره بله، من قسم یاد میکنم که این پول من نداده. گفت: آه، حالا من چون رو میبرم به نزد یکی که داوری میکنه به حکم خدای عزوجل. حالا ببینیم داوریش چیه. پس به نزد علی ابن ابی طالب آمد در حالی که اعرابی همراه وی بود. علی علیه السلام پرسید: ای فرستاده خدا، شما را چه شده که به اینجا آمده اید؟ فرمود: ای ابل حسن، میان من و این اعرابی داور شد. علی از آن مرد پرسید: ادعای تو چیست؟ مرد گفت: 70 درهم قیمت ماده شتری که به او فروختم. علی علیه السلام از رسول خدا سوال کرد: چه می‌فرمایید؟ آن حضرت پاسخ داد: من تمام قیمت ناقه را به او یک جا پرداختم. علی گفت: ای مرد، رسول خدا راست می‌گوید؟ گفت: نه، چیزی از قیمت به من نپرداخته است. در این هنگام علی دست برد و شمشیر خود را بیرون کشید و گردن آن مرد را بیفکند. این داور ایشون، این آقا بود. رسول خدا پرسید: یا علی، چرا چنین کردی؟ عرض کرد: یا رسول الله، ما تو را به امر و نهی و بهشت و دوزخ و ثواب و عقاب و وحی خدا تصدیق کرده ایم. چگونه در پرداخت 70 درهم قیمت شتر این مرد بیابانی تصدیق نکنیم؟ میگه: بابا، ما پذیرفتیم که تو مرد خدایی. امر و نهی تو چیه؟ یعنی ما انقدر به تو مؤمنیم که هر چی تو بگی ما قبول میکنیم. نیاز به داوری نیستش که. وقتی این آقا گفتش که نخه، گردنش زدیم. یعنی در حکومت‌های ایدئولوژیک اینطوریه. رهبران یه زبدر میزنن، بقیه حذف میکنن. چرا؟ چون دیگه نیاز نیست اصلا پرونده ای باز بشه. رفیق استالین گفته باید برن اینا، این 30 نفر باید برن. دادگاه معنی نداره. حق و باطل مشخصه. وقتی رسول الله چیزی گفته اون حقه. مگه شما میتونی در برابرش ایستادگی بکنی؟ اون خلخالی جنایت میکرد، میگفتن آقا محاکمه ای، دادگاهی، امام گفته، من حکم از امام دارم. تمام داستان. دادگاه معنی نداره. حق و باطل از قبل تعیین شده است. اگه میخوای بدونی اینا چجوری جنایت میکنن بدون پرسجو، پرونده براشون مهم نیست، اینا این مواردش. چون پیشفرض اینه که رسول الله هرچی میگه حقه، هرچی میگه درسته. و یک کسی میتونه روزی رو سوال ببره، و یک کسی میتونه امر و نهی خدا رو زیر سوال ببره. شما فکر می‌کنید چرا مردم رو میکشن؟ به خاطر اینکه محاربه با خداست. امر و نهی خدا رو نمیپذیری. و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. تمام شد. با آنچه که خدا نازل کرده حکم نمیدی، شما کافری. و آیات دیگر هم همینه. و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، هم الفاسقون. کسی که در برابر اینا قرار بیاد دادگاه نیست. به خلخالی میگفتن آقا وکیل. میگه وکیل یعنی چی؟ حقوق انسانی یعنی چی؟ آب بدیم یعنی چی؟
حق دفاع یعنی چی؟ اینا اصلا در برابر حق قیام کردن، در برابر حق وقتی قیام میکنی تمامه دیگه، حق دفاع نداری. اگه کسی میتونه در برابر حق دفاع بکنه، در برابر حق قرار گرفت یعنی باطلی دیگه، از باطل که نمیشه دفاع کرد. بله، داوری رسول الله برده نزد مرد خدا. خب یا علی چرا چون این کردی؟ عرض کرد یا رسول الله، ما تو را به امر و نهی و بهشت و دوزخ و ثواب و عقاب و وحی خداوند تحصیل. دقیقا عین همین داستان توسط یه انسان دیگری رخ داد، البته نتیجهش این نبود. پیامبر اسلامی درگیری داشت، دعوایی داشت با یه آقایی، همین مشکل مالی پیش آمد. محمد میگفت من پولو دادم، اون میگفت نخیر آقا، رسول الله رو پول ندادی. خزیمه ابن ثابت انصاری داشت رد میشد، گفت خزیمه بیا اینجا بین ما داوری کن، ببین داستان چیه. گفت چیه داستان؟ گفت اینجوریه. گفت بله، من شهادت دادم که رسول الله پولو داده. خود محمد تعجب کرد، گفت آقا تو که نبودی تو اون معامله. گفت رسول الله من نبودم، ولی وقتی شما از وحی خبر میاری به ما، مگه من هستم؟ نه، اما تو رو تصدیق کردم که گفتی من فرستاده خدام، وحی به من اومده، جبرئیل اومده. من وقتی اونجا میپذیرم، اینجا هم حرفتو میپذیرم. از چادرت میای بیرون، میگی جبرئیل پیش من بود. خب این حکمه، میگیم چشم. میگی رفتم معراج، ما میپذیریم. ذهن انسان های برده رو شما دقت بکنی، چون چونه چرا نمیخوام بکنن. هرچی بگه میگن بله ما پذیرفتیم. خب حالا که اونو پذیرفتیم که عجیب و غریب هم هست دیگه، امر ساده رو که خب طبیعی میپذیریم. شما بگی من پولشو دادم، ما بگیم ندادی. محمد به جایی که شهادت اون رو رد کنه که در معامله نبود، به اون لقب زوج شهادتین داد، یعنی صاحب دوتا شهادت. یعنی هر وقت خزیمه ابن ثابت انصاری جای شهادت میداد، دوتا شهادت محسوب میشد. چون میدونید در دعاوی های مدنی و اینها شهادت دوتا آدم نیازه که بگن که بله ما این واقعه رو دیدیم، شاهد بودیم. اما جایی که خزیمه میداد دیگه نیاز به شهادت دیگه ای نبود. یعنی به دروغگو لقب حمید و نیکو هم داد، گفت تو دوتا شهادت. یا ابوبکر، محمد آمد صحبت از معراج کرد، یه دی بهش خندیدن که آقا یعنی چی؟ در قرآن هست سوره اسراء، یعنی سیر شبانه. گفت آقا من از این مکه شبانه آمدن دنبال من با یک براقی، ما رفتیم بیت المقدس، سیر شبانه کردیم از مکه به بیت المقدس، بعد اونجا رفتیم و نماز خواندیم و اینها، بعد رفتم به طرف بالا یعنی معراج، اوج گرفتم. این رو داستانش مفصل. زمانی که این داستان رو تعریف کرد، حالا در خانه امهانی بود، خواهر علی. وقتی این داستان رو برای امهانی گفت، اون خانومه برگشت بهش گفت که رسول الله اینو بیرون جایی نگیده، به شما شک میکنن، به شما میخندن، باور نمیکنن مردم. گفت نه خیر. آمد بیرون گفت، یه دم مثلا از اسلام برگشتن. گفت بابا این حال درستی نداره. یه دا آمدن به نزد ابوبکر، گفتن آقا بیا ببین دوستت چی میگه. ایشون رفت اونجا گفت یا رسول الله چی میگید شما؟ گفت آقا من دیشب از مکه حرکت کردم، رفتم بیت المقدس، از بیت المقدس رفتم بالا و اومدم صبحم اون پایین، در ظرف چشم به هم زدنی دوباره برگشت. ابوبکر گفت بله من تصدیق میکنم اینو، شما درست میگی. حالا این آقا که اصلا خودش با اون رفت، نه هیچی، محمد بهش لقب صدیق داد. ابوبکر صدیق که میگن، یعنی همین اهل سنت ما میگن ابوبکر صدیق. شما ازش سوال کن بگو صدیق یعنی چی، دلیلش چی بوده، باید میفهمید که اصلا در یه واقعی که این آقا خودش نرفته ندیده، به صدقش گواهی داده، یعنی القاب و عناوینی که همینطوری شما دیدید دیگه، به دزدان و دروغگویان و غارتگران و همه چی میبخشن، ما هم باور میکنیم ابوبکر راستگو. اما برید نگاه بکنیم ببینید اصلا اصل داستان این بوده که شو دروغ گفته. خزیمه ابن ثابت دروغ گفته.
داوری و عدالت علی مبتنی بر پیشفرضای عقیدتیه، که چون هرچی رسول الله گفت من باور میکنم، پس وقتی عربی برگرده بگه که نخیر ایشون پول نداده، پس گردنشو میزنم، چون پیشفرض ذهنی من اینه که رسول الله که دروغ نمیگه. خب ادامه بدیم. چگونه در پرداخت 70 درهم قیمت شطور این مرد بیابانی تصدیق نکنیم؟ و من از این جهت او را کشتم که پرسیدم آیا رسول خدا آنچه گفته است راست میگوید؟ او پاسخ داد نه، چیزی به من نداده است. پس رسول خدا صلی الله فرمود حکم به درستی کردی ای علی، اما دیگر این موارد را تکرارش منما. سپس رو به مرد قریشی کرد که به همراه ایشان بود، اما اولیه که گفت رسول الله مدرک بده، و فرمود این حکم خداوند بود نه آن که تو کردی. عدل علی. خب همین آقا در مورد دیگر اندیشان ببینیم نظرشون چیه. وقتی ما میگیم آزادی اندیشه، مقصود علی اینها نیست که شما امروز اگر مسلمان بودید تغییر رویه دادید، ما هم میگیم خب بله آزادن دیگه، مردم برن. دیدید از این تعابیری که به کار میبرن؟ خب مردی نزد امیرالمومنین آمده شهادت داد که 2 تن از مردمان مسلمان اهل کوفه را دیده. این حدیث 3551 از همون کتاب من لایحضر الفقیه. نمونه هایی است که برای فهم بهتر این مسائلی که من به عنوان مقدمه عرض کردم، که در مقابل بتی عبادت می کردن. امیر مؤمنان فرمود ای وای، نکند کار بر تو مشتبه شده باشد، و کسی را فرستاد و آن شخص دید که آن 2 تن بر بتی سجده می کنن و آنها را نزد آن حضرت آوردن. امام دستور داد از عبادت بت برگردند، اما آنها انکار کردند. لذا خندقهایی در زمین پرداختند و در آن آتش افروختند و آن 2 را در آتش بسوختند. یعنی کسانی که گفتن ما اسلام مثلا قبول ندادیم، اما دیدید که توسط ایشان کشته شدند. یک حدیث دیگر هم بخونیم و بعد بریم سراغ موارد بعدی. یکی از گماشتگان امیر مؤمنین با آن حضرت نوشت من به جماعتی از مسلمین در اینجا برخوردم که زندیق هستند. حضرت فرمود هر کس از مسلمانان که در خانواده مسلمانی به دنیا آمده و مرتد شده است گردن او را بزن، و لازم نیست او را توبه دهی. میگه توبه هم نیاز نیست، گردنش رو بزن. و هر کس در خانواده مسلمان به دنیا نیامده و مرتد شده بود او را توبه ده، و اگر توبه نکرد گردنش را بزن. این بحث همون مرتد ملی و مرتد فطری است. مرتد فطری یعنی کسی که مسلمان به دنیا آمده، یعنی پدر و مادرش مسلمانن، اما او دست به ارتداد میزن. مرتد ملی یعنی کسی است که پدر و مادرش مسلمان نیستن، او مسلمان میشه اما بعد از اون برمیگرد. که مرتد ملی رو یه بار توبه میدن، اگه توبه کرد قابل پذیرش. اما مرتد فطری که فطرتاً مسلمانه و مرتد میشه، او دیگه توبه هم نیاز نیست، گردنشو بزنید بفرستید بره. خب خطبه سید رضی و نکته که در مورد نگاه علی به عدالت و این هاست، میخوام فهم کنیم مسئله. در مورد پیوندها صحبت کردیم و این که عرض کردم اسلام پیوندها رو پاره کرده. بذاری چند نمونه بخونیم از کسانی که دقیقا از همین نگاه بهره می بردن. در جنگ بدر 2 تا برادر بودن، یکی مسلمان یکی مشرک. مسلمان مصعب ابن عمیر بود و اون برادر مشرک ابو عزیز بود. اینا در برابر هم قرار گرفت. ابو عزیز توسط یکی از مسلمانان اسیر شد. خب ابن هشام داره به ما گزارش میده که چگونه اسلام برادری رو جابجا میکنه. ابو عزیز پس از نضر بن حارث پرچمدار مشرکان در جنگ بدر بود، و وقتی برادرش مصعب ابن عمیر به ابی الیسمر که او را به اسارت گرفته بود آن سخن را گفت، یعنی گفت آقا اینو نگه دار، مامانش آدم پولداریه، میاد پولتو میده، چون میدونست مادر هر دوشون بود.
ابو عزیز در پاسخ به او گفت: ای برادر، سفارش تو درباره من همین بود. گفت: آقا تو داداش منی. به این آقای غریبه حکم میکنی که منو خیلی مثلا با شدت نگه داره، این سفارش توه. مصعب به او گفت: برادر من اوست نه تو. چرا؟ چون اسلام پیوندها رو پاره میکنه. خب واقعی شرح یک داستانی رو برمیاره که بسیار وحشتناکه ولی قابل فهمه برای ما که امروزه بفهمیم چگونه ایدئولوژی میتونه اخلاق سازمانی رو بر اخلاق فردی برتری بده. ما گهگاه در فرقه های سیاسی ما هم اینا رو میبینیم، فرقه هایی که با نام های متعدد اخلاق سازمانی رو در درون خانواده ها شکل میدن. خب داستان برمیگرده به دو برادر و یک وابسته اونها که شرحش رو واقعی آورده از قول ابن اسحاق. رسول خدا فرمود: به هر کس از افراد یهود که دست یابید آنان را بکشید. این از ابن هشام دارم نقل میکنه. آنگاه محیصه که مسلمان بود، یکی از برادران، آنگاه محیصه ابن مسعود به سنینه یکی از تاجران یهود که به آنان لباس میداد و با آنان خرید و فروش داشت حمله کرد و او را کشت. حویصت ابن مسعود در آن زمان مسلمان نشده بود، یعنی یه برادر مسلمان بودی که مسلمان نبود. محمدی حکم کلی داد، گفت آقا هر یهودی رو دیدید بکشید. یکی از اینها تاجر یهودی بود، با اینا خانواده کار میکرد، آمد به خونش رو محیصه میزنه اونو میکشه. خب ادامه داستان: حویصت ابن مسعود در آن زمان مسلمان نشده بود و از لحاظ سنی بزرگتر از برادرش بود و وقتی برادرش او را کشت، حویصه او را میزد و میگفت: ای دشمن خدا، آیا او را کشتی؟ حالان که خدا میداند هنوز هم چربی حاصل از اموال او در شکم تو آب نشده. یعنی آقا ما با پول این تو رو بزرگ کردیم، از سودی که این به ما میداد قضا و ما یحتاج تهیه میکردیم تو بزرگ شدی. معیسه میگوید، به این جمله دقت کنیم چقدر وحشتناکه: سوگند به خداوند، کسی به من فرمان داده است او را بکشم، یعنی محمد، که اگر مرا به کشتن تو هم فرمان بدهد گردنت را خواهم زد. ابن هشام اینگونه میاره: یکی از دلایل که حویصه هم تصمیم گرفت مسلمان شود آن بود که از برادرش پرسید: آیا واقعا اگر محمد به تو فرمان بدهد مرا بکشی، مرا خواهی کش؟ محیصه گفت: آری، سوگند به خداوند اگر به من فرمان بدهد که گردن تو را بزنم، گردنت را خواهم زد. حویصه گفت: تردید نباید کرد که دینت تو را به چنین امر شگرفی واداشته است. آنگاه خود نیز مسلمان شد، یعنی از ترس. یعنی ببینید در این داستان شما به این نتیجه میرسید که یه ایدئولوژی میتونه چه اندازه خطرناک باشه که افرادی برد صفت و بند صفت که تعقل دیگه در اونها به حد اقل میرسه پرورش پیدا میکنن، که وقتی رئیس اونها دستور بده بکشید، از قتل پدر و مادر و برادر خودشون هم استنکاف نمی کنن. نقد اینها رو یه میگن اسلام ستیزی نکنید، ما میگیم روایت داریم میخونیم و تبیین میکنیم. آیا این تفکر وحشتناک نیست؟ و یا هر تفکری مثل این وحشتناک نیست که انسانهایی رو تربیت کنه که دیگه قوه عقل و خرد و داوری از اونا گرفته بشه؟ یکی از ایراداتی که مشرکان مکه بر محمد می گرفتن
این بود که معتقد بودند که با آمدن تعالیم اسلام کیان خانواده ها به هم خورد، یعنی بچه ها بر علیه پدرشون شاخ و شانه میکشن، اونا رو تهدید به مرگ میکنن. یعنی که محمد همین رفتارها رو در مکه هم داشت، حالا اونجا زور نداشت، در مدینه دیگه صاحب زور هم شد. به همین دلیل خیلی ها معتقد بودن که محمد فرزندان ما رو جادو کرده، سحر کرده، مگر اینا بچه ما نیستن، ما اینها رو بزرگ کردیم، از اموال خودمون بهشون دادیم. امروز به راحتی میگن اگر شما شهادتین نگید گردنتون رو میزنیم. ما نمونه هاشون رو داریم در تاریخ اسلام، کسانی که از کشتن پدرانشون هیچ ابایی نداشتن. خب در درون این تفکر چه چیزی آید ما میشه؟ همین دلیلی که شما در این سیستم میبینید هیدر هیدر گویان به خیابانها میان، زن و بچه مردم رو میزنن، چون میزان مغزشون، عقلشون، خردشون توانایی این فهم رو نداره که بابا ارزش ها یه چیز دیگره، مهمترین ارزش چون و چرا کردنه. آقا من چرا باید این دختر مردم رو کتک بزنم؟ چرا باید مادر خودم رو بکشم؟ چرا باید بر علیه برادر خودم شمشیر بکشم؟ خب حالا او اعتقاد دیگری داره، من اعتقاد دیگری. میگه نه، اعتقاد اون باطل، اعتقاد تو حقه. علی رو در این کانتکست فهم کنید، یعنی فکر نکنید علی ما ایرانیان رو دوست داشته، اینا بر علیه پدرانشون هم شمشیر کشیدن، بستگانشون رو کشتن، بعد به زن و بچه های ایرانیان رحم کردن در قادسیه و نهاوند و جلولا و جسر و جاهای دیگه. یکم از این خواب تبلیغاتی بیرون بیایم، این متون رو بخونیم، بعد شبیه سازی بکنیم که اخلاق سازمانی اسلامی جوری نیست که به دیگر اندیشان اجازه بده که بله خب شما هم لکم دین و کم ولی دین، شما به دین خود، من به دین خود. این مال اون زمان بود که زور نداشت. این مباحث ادامه خواهیم داد در آینده، هرچند خیلی اسنادی بود که میخواستم ارائه کنم ولی نشد. ما در آینده یکی یک اینها رو ادامه خواهیم داد تا به دوران خلافت خود علی برسیم که اونجا دیگه عملا فرامین و اجراییات او به ما نشان میده که این حکومت چه نسبت نزدیکی با همان حکومت علی ابن ابی طالب در صدر اسلام داره. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز، تا فرصتی دیگر، بدرود. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند، بنابراین ضرورت بازشناسی باورها بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی دارند.